خب دوستان عزیز، دمتون گرم، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب خوش باشید، خوش بگذره. عینکمون هم برداریم، اینجور سایه شده. دمتون گرم، زنده باشید. دیشب اینجور مثل این موزیک لعنتی موزیک می هستش دیگه. نه موزیک اذیت میکنه، یه نفر رو بگیرم که موزیک علکی اذیت نکنه. شبشو کم کن. دیشب بعد از برنامه هم دیدم که دوستان اومدن. جواد ظریف اومده، آقایون 20 خورده ای ساله دارن دیپلماسی غربی میکنن خاک بر سر، اومده و یه پیامی به غربی‌ها داده. منظور غربی‌هام که یونان و ایتالیا و اسپانیا و اینا که نیستن، منظور آلمان و فرانسه و انگلیسه. یه پیامی به اینا داده و با زبان انگلیسی مجلس خودشو کوبیده. صدای موزیک اذیت میکنه؟ یکی بنویسه اگه صدای من خوب میاد یا نه. من بغل موهامو عادت ندارم خالی کنم، اصلا پشت موهام هم اینا رو هیچ وقت عادت ندارم تیغ بندازم و اینا، هیچ وقت هم خط نمیندازم پشت گردنم. بعد اومده که جوابم میدم آخه کامنت ها رو، اومده که و در حقیقت مجلس کشور خودش رو به زبان انگلیسی گرا میده به دشمن، گرا میده به کسانی که ما رو تحریم میکنن. میگه دولت ما حرف مجلس رو قبول نداره، مجلس خودش رو به زبان انگلیسی میکوبه. بعد عاجزانه از اینا میخواد که آقا تو رو خدا بیای مثلا ترور دانشمند ما رو محکوم کنی. خیلی حرفا، تروریست محکوم شده است دیگه. خیلی حرفه که این آدم میگه که آقا جان ترور دانشمند منو باید بیاید شما مثلا محکوم کنیم. ببین چه عجزی افتادن این جماعت. یه چیزی که حق تو باید مثلا التماس کنی، به خاطر که دیپلماسی ضعیفه. خب جواب غربیا چی بود؟ امروز بیانیه شدید الله میدارن. منظور غربیا منظور این سه کشوره، چون اسپانیا و ایتالیا اینا از این مناسبات خودشون کشیدن کنار یه جوری. حالا ببین چه اسپانیا و یونان که خیلی کشیدن کنار، امروز بیانیه صادر کردن و شهید الله به ایران حمله کردن و گفتن حق نداری سانتریفیوژهای نسل دو رو شما قرار بدی. و این نتیجه اون دیپلماسی ضعفه، نتیجه دیپلماسی ذلته. ما وقتی که میگیم با یک تیم فراماسونری طرفیم که اینا اصلا مادراشون اینا رو تو فراموشخانه به دنیا آورده، همینه. آقای ظریف و آقای روحانی با این دیپلماسی که برای کشور ما آوردن، کشور ما رو نابود کردن. یعنی رک بگم کشور ما رو نابود کردن. خیانت گسترده‌ای که میکنن غیر قابل هضمه. تو دیشب میای مجلس کشورتو به زبان انگلیسی میکوبی و به اونا گرا میدی، گرا میدی که ما حرف مجلس رو قبول نداریم. نه این وضعیت، حالا خیلی به من گفتن این وضعیت غیر قابل تحمله خدا شاهده. یعنی اصلا هیچ عنوان نمیشه این وضعیت رو قبولش کرد یا پذیرفت. این وضع بچی رو اعصاب منه، چون شما سربازای خودتو فرستادی تو میدون جنگ، اپوش گراشون رو دارن دشمن میدن، مثل جنگ ایران و عراق. ما بچه‌هامون میرفتن تو جبهه، از پشت مجاهدین خودشونو شبیه پاسدارا میکردن، شبیه بسیجیا میکردن، گرای سرباز ایرانی رو به عراقیا و حزب بعث و ارتش بعث میدادن. امروز همینه. شما واقعا این سوال جدی است، چگونه قاسم سلیمانی مکان و زمانش لو رفت که دقیقا اونجا مثلا پهپاد بیاد ایشونو بزنه؟ اینا سوالات جدیه. گرای قاسم سلیمانی و گرای فخری زاده رو چه کسانی دارن میدن؟ همون کسانی دارن میدن که امروز گرای اینو دارن میدن که ما مثلا پشت مجلس نیستیم و اینا. صداشو کم کن بابا، صداشو کم کن، صدای منو یارو بده، دارم حرف میزنم. آره پس فود نمیخوام امروز بخورم، منم غذا بگیرم ببرم خونه، ولی پس فود نمیخورم. خب سوالاتو ببینم، کسی رو بالا نمیخوام بیارم.
من معذرت میخوام از دوستان تلگرام، خب الان 48 ساعت جوابگو نبودم به خاطر که دیروز برنامه سنگینی بود و یک روز قبلش که من میخوام برنامه بسازم میرم تو قرنطینه، یعنی اصلا بیرون و اینا نمیام و تو اتاق کار خودم رو حبس میکنم که برنامه رو آماده کنم، چون وقتی که میام برنامه رو اجرا میکنم بزنم به تخته 17 18 تا برنامه میسازم. نمیشناسم عیدم آقا افشینی که میگی نمیشناسم. از احمدی نژاد که دیگه قربونت برم، گفتم صحبت کردم احمدی نژاد دیگه یه عنصر تموم شده است، ایشونو بعد تو کانتکست محسن افشانی قرار بدیم. مثلا محسن افشانی یه هنرمندی بود تو ایران داشت سری کارا میکرد، بعد که از هنر دور شد تلاش کرد با فضای حاشیه خودش رو زنده نگه داره. احمدی نژاد رو بعد تو این کانتکست قرار بدید، فردی است که از فضای سیاسی دور شده به هر دلیلی درست یا غلطی، اونجا رو وارد نمیشم. برخوردهای امروز احمدی نژاد فریاد زدن بابت اینه که منو تماشا کنید و سخنانی که داره میگه بسیار مشمئز کننده، رفتارهای بسیار مشمئز کننده احمدی نژاد داره. امروز احمدی نژاد واقعا قابل دفاع نیست، واقعا قابل دفاع نیست. اصلا قابل دفاع چی؟ اصلا قابل این نیستش که جدی فکر بکنی، آدم جدی نیست. تبل خبر بده بندازمت بیرون. حالا نظر شما سرمایه نجات عشق اینه کارهای امروزش که قابل چیز نیست، قابل اعتنا نیست واقعا. الان کسی رو بالا نمیخوام بیارم عزیزم، ولی کامنت ها رو میخونم. ببین قبل از سالگرد سردار سلیمانی اگر اتفاقی نیفته که قضیه خیلی چیده، یعنی این فضایی که بعد از ترور آقای فخری زاده به وجود آوردن جریان نفوذ یا روحانیست، حتی یعنی در دل جریان اصلاح طلب ما یه جریانی به وجود اومده باید کنیم روحانیست، این جریان روحانیست در حقیقت دیگه تا ته داستان داری میره. اینا هم سرشون شلو بسن یا پرتقال بزنیم جلوه ما تشنه مستو. خب اولا شایعه هستش عزیزم، امید جان شما ممنون، فدای شما بشم. ببین اصلا چرا نمیفهمی، میگم کارهای احمدی نژاد قابل اعتنا نیست. اصلا ما سر محبوبیت احمدی نژاد، اینکه رفتارهای قبلش درست بوده غلط نشده بهش اصلا صحبت نمیکنم، میگم رفتارهای امروزش قابل اعتنا نیست. ایشون رو در کانتکست یک فرد جدی نمیتونیم قرار بدیم امروز. این تازه پرتقال بهش بدم یا پرتقال بگی، تازه رفته پرتقال برامون خریده آ پرتقال بده، خب بگو ندارم میگه. ای دانا دوشمان مثلا روزه بازان میگن خامنه‌ای، ای دانا تو صحبتی جدی مطرح کنی، رضا بازان میگن خامنه‌ای مرده، من الان چی جواب بدم؟ صحبتی چیز رضا بازان اینا 40 ساله که با همین حرفا دلشونو خوش کردن دیگه، هر سال هم چمدونو بستن بیان ایران، اینه که قابل اعتنا نیستن که اینا که نباید به صورت جدی مورد بررسی یا ارزیابی قرار داد. خب در مورد بیانیه شمخانی من هنوز خبر ندارم. جوانمردی که قربونت برم میگه طبق گفته جوانمردی جمشید شامت فرمانده سپاهیه، ما به اینا میگیم اسکول سیاسی دیگه، اسکولیسم سیاسیه. ما داریم که جدی فکری میکنیم. احمدی نژاد تموم شد قربونتون برم، فراموشش کنید. کسی که بالا میشه میره با ایندیپندنت صحبت میکنه، با رادیو فردا صحبت میکنه که انقدر این حرکت زایست، هواداراش مجبور شدن یا خودش هم حتی مجبور شد بگه که آقا رادیو آزاد اروپا، اصلا رادیو آزاد اروپا نامش رادیو فردا بخش فارسیش. یعنی این آدمو چجوری شما میگید جدی بگیرید؟ این آدم جدی نیست واقعا، این آدم مثل یه شاخ مجازی شده. الان شما شاخهای مجازی رو جدی میگیرید؟ شاخهای مجازی هر کاری کنن قابل اعتنا نیستن، هر کاری بکنن پشتشون فکر نیست. احمدی نژاد دیگه پشت کاراش فقط و فقط دیده شدنه، مثل کسی میمونه که میخواد بره تو آب زمزم ادرار کنه که دیده بشه. احمدی نژاد رو باور کنیم تو جدی بررسیش کنیم. خب
نظر در مورد قالی، من کامنت هایی که قابل اعتناء چیز میکنم نگاه میکنم پاسخ میدم. نظر در مورد قالیباف برای انتخابات چیه؟ بسیار منفیه. قالیباف الان یه دونه بخش مهم کشور تو مجلس دستشه دیگه، یه آدم اقتدارگراست، همون مجلس رو بذارید حفظ کنه و نیاز نیست اون سنگر مجلس خالی بشه. حالا بر مجلس بعد از این همه سال یه مجلسی شده که حداقل قبلا به مجلس میگفتم طویله، ولی الان واقعا میشه بگفت حداقل مجلسه، حداقل چهار تا حرف درستی اگه قدرت هم نداشته باشن چهار تا حرف درست اونجا داده زده میشه. قالیباف بعد اون سنگر مجلس رو حفظ کنه و بریم تو بحث خونسازی ریاست جمهوری و تلاش باید بکنیم تو ریاست جمهوری کنونی یک فرد سپاهی رئیس جمهور بشه. ولی اگر نتونستیم، چون من مطمئن نیستم موفق میشه، ولی اگر شکست خوردیم از طریق مجلس باید بریم تو سمت خونسازی ریاست جمهوری و دیگه همبشو بزنیم جمعش کنیم. و من امیدوار بودم که بشه 1400 پنبه جمهوریت نظام رو زد و ریاست جمهوری رو برداشت، ولی خب متاسفانه فضا به اون شکل مهیا نیست. از این صحبت هم در موردش زیاد شد ولی خب به اونجا نمیرسیم. امید به امید بده. ببین رضا بازار ولش کن، اینا ببین اینا مثل مگس هستن، شما دهن مگس رو نمیتونی چیز کنی. من اینکه یا باید با مگس پشت بزنی تو سرشون یا باید در پنجره رو باز کنی برن. و این بحثی که وجود داره که اونا قابل اعتنا نیستن. من گفتم هر اتفاقی تو مملکت بیفته جریان براندازی به هیچ جا نخواهد رسید. اونا یه مش به به چیز ما شما چه گرسید یه آب پرتقال به عشق شما بزنم. دیروز انقدر حرف دارم گلو ملو داغون ماغون شد. خب حلقه پرتغال درمونه سعید محمد. ببین من نمیگم سعید محمد بیاد پیروز میشه، این میگه تو باشه شانس بیشتری داره چون جوونه و تو بخش بوده و جز رجال سیاسی نیست. اتفاقا خیلی هم میگن که این چون سیاسی نیست خطرناکه. نه اتفاقا چون سیاسی نیست به نفع مونه، مردم سیاست زده شدن. ما قرار نیست که رأی حالا جریان موسوم به انقلابی رو فقط جمع کنیم، که ما بایستی رأی توده مردم رو داشته باشیم. ما دو شانس بیشتر نداریم، یا اینکه امیدوار باشیم این براندازا به کمکمون بیان تبلیغ تحریم انتخاباتی بکنن که اون توده خاکستری جامعه تحت اون اسکولیسم سیاسی وارد انتخابات نشن، که این خب خیلی به نفع ما میشه، چون اون اگه وارد انتخابات نشن رأی ندن مشارکت که بیاد پایین. خب بچه‌هایی که موسوم به انقلابی هستن که اینا رأی میدن، خب رأیشون هم مطمئناً جریان اصلاح طلب نیست. یا ما باید امیدوار باشیم در این دوره انتخابات عزیزان خاکنداز برانداز حسابی تبلیغ تحریم انتخابات کنن، که اگه این کارو کنن دمشون گرم که مشارکت بیاد پایین. یا اینکه واقعا بایستی یک فردی رو بیاریم که جوان باشه، کار اجرایی کرده باشه، که بتونیم اون بخش اگه مشارکت انتخاباتی رفت بالا بتونیم اون فرد رو یه جورایی بفروشیم به بخش خاکستری جامعه که رأی بیاره. جلیلی علاوه موازی که تو بخش خود انقلابی داره خب گزینه خیلی خوبیه، موازی درستی هم داره. اصلا کلا خانواده جلیلی ها یه خانواده میهن پرستی هن. هم خواهرش هم برادر دیگرش اینا خانواده میهن پرستی هن. اما جلیلی یه بار شکست خورده تو انتخابات، نه به نظرم رنگ نمیاره. بنابراین این توده جامعه بخش خاکستری جامعهتون باشه، عاشق مردم، توده مردم، عاشق قدرت و نظامیگری تو زمین ناخودآگاهشون. برای همین آقای سعید محمد شانس بیشتری خواهد داشت، با توجه به اینکه تحصیلات عالیه داره آقای سعید محمد، استاد دانشگاهه. شانس من شانس سعید محمد رو خیلی بیشتر میبینم. جلیلی هم نوع واقعا چیز خوبیه، منتها جلیلی هم یه صحبتی که میکنه اصلا من کلا با این بخش اصلا این کل نگاه نظام متعتانه مذاکره با اقتدار، من این مذاکره با اقتدارم مشکل دارم. من اصلا میگم عدم مذاکره، اقتدار بی اقتدار نداره. وقتی طرف مقابل داشته هاشو نیورده وسط سر داشته های تو میخواد مذاکره کنه،
تو نمیتونی دیگه بگی من میخوام برم مذاکره با اقتدار. مذاکره با اقتدار سر چی؟ سر داشته من؟ خیلی حرفه. من همین تلاش کنیم. اگه سعید محمد جلو نمیاد جلیلی بعد بریم دعا کنیم که این دوستان برانداز ما این دفعه از روی عقده از ببین اینجاست که میگم از روی انرژی دشمنان میشه. مثلا خیلی به من میگن تو چطور تونستی موفق بشی اینا، نمیگم واقعا، ولی من 30-40% زندگیمو رو دشمنام چیدم. حتی تو بخشای اقتصادی 30-40% زندگیمو رو دشمنام چیدم که اینها با عقده هایی که دارن از انرژی عقده اونا استفاده کردم و ریل گذاری کردم برای ایران و خیلی عقده دارن، نمیفهمن که ناخواسته به ما چه کمکایی میکنن. و امیدوارم که این دفعه اینا اینقدر مثلا شما بی بی سی رو باز میکنی، مناطق رو باز میکنی، همه اینا بگن تحریم انتخاباتی، این به نفعمون میشه. دوستان میگن که تصویرمون به خاک رفت. الان تصویر بی صدا شدیم، راحت قطع شدیم. خیلی خب قطع میکنم بعدش شما. خیلی خب قطع میکنم قربونتون برم عاشقتونم.